علوم و فنون ادبی پایه دهم جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دخترای خوبم، خوش اومدید به مقطع متوسطه دو پایه دهم. من سلیمانی هستم، اصل سلیمانی، دبیر علوم فنون ادبی شما انشاءالله در پایه دهم. بچه ها درس علوم فنون ادبی رو شما با این عنوان شاید تا به حال باهاش خیلی روبرو نشده باشین، ولی توضیح بدم خدمتون که این درس در واقع بخشی از درس ادبیات فارسیه، منتها اختصاصا برای بچه های رشته علوم انسانی و معارف و در کنکور هم قسمت ادبیات اختصاصیتون میشه 30 تا تست از 3 تا کتاب علوم فنونی که شما تو پایه های 10 و 11 و 12 میخونید. 3 تا 4 تا بحث اصلی داره کتاب علوم فنون. کم کم باهاشون آشنا میشید، ولی اگه بخوام یه معرفی مختصری ابتدای کار داشته باشم، یه بحث متن شناسی، مواجهه با متن ما داریم. این متن میتونه شعر باشه، میتونه نثر باشه. اینکه وقتی ما یک متن رو میبینیم یا میخونیم به چه نکاتی باید توش توجه کنیم، چه چیزهایی رو باید سعی کنیم که توی این متن بررسی کنیم که بعد بتونیم یه سری نتیجه ازش بگیریم. این متن شناسی خودش پایه علم سبک شناسیه، اینکه شما توی یک متن بتونید ویژگی های اون متن رو استخراج کنید. بعد در مراحل بعدی میره تو بحث سبک شناسی نقد ادبی که خب این حالا این ویژگی ها رو داره، اینجوری باید باشه، نباید باشه، این اشتراکات توی این دوره وجود داره، این اشتراکات توی این مکان وجود داره و یا توی این سبک وجود داره و این حرف، و اینا رو کم کم باهاشون آشنا میشید. یه بحث اصلی دیگه دارید شما، بحث تاریخ ادبیاته. یه سیر خیلی مختصره، خیلی جمع و جوری که در مقایسه با کتابای نظام قدیمیمون خیلی مختصره بچه‌ها. همینجوری ممکن شما بخونید بگید وای خانم چقدر طولانیه، چقدر زیاده، اینا رو چجوری حفظ کنی، ولی بدونید که خیلی از بچه‌های چند سال پیش کمتر دارید میخونید. یه سیر مختصری از تاریخ ادبیات فارسی رو کتاب برای شما بیان می‌کنه که اون درس‌ها بیشتر خوندنیه، نه اینکه حالا مثلا دبیر تأثیری نداره، حتما توضیحات جانبی دبیر میتونه بهتون کمک کنه، ولی باید سطر به سطر این درس هایی که تاریخ ادبیات و سبک شناسی هست شما خودتون به خاطر بسپارین. یه بحث کلی دیگه داره که 4 تا از درس‌های هر پایه است، باهاش آشنایید، بحث‌های آرایه‌های ادبی. تو پایه‌های دهم شما آرایه‌های ادبی لفظی رو می‌خونید، یعنی جناس و ترسیم و وازنه و سجع و این حرفا. تو پایه 11 آرایه‌های بیانی رو می‌خونید، اون 4 تا آرایه‌ای که چالشی تره، یعنی استعاره و مجاز و تشبیه و کنایه رو. تو پایه های 12 هم یه سری دیگه از آرایه های معنوی مثل تلمیح، مثل ایهام، مثل حسن تعلیل، اصول معادله، اینا رو هم توی پایه 12 هم میخونید. بحثی که برای شما یکم ممکنه جدید باشه، یکم که نه قطعا جدیده و در واقع توی متوسطه اول باش آشنا نشدید اصلا، بحث عروضه، آشنایی با علم عروض، یعنی موسیقی شعر و موسیقی شعر، حالا هم موسیقی کناری یعنی قافیه ها، هم موسیقی خود شعر و اجزای تشکیل دهنده زبانمون یعنی واجه ها، صامت ها، مصوت ها. این ها ممکنه که یه ذره برای شما توی پایه دهم جدید باشه، ولی اصلا سخت نیست، اتفاقا جذابه، بخش هنری درسمونه و به مرور انشاءالله که توش تبحر پیدا میکنید. خب این توضیح مختصر راجع به درس علوم فنون بود. بریم سراغ کتابمون انشاءالله، شروع کنیم درس اول رو. نکاتی که راجع به شیوه خوندنه، چون هر درس گفتم دیگه ماهیتش متفاوته، شیوه خوندن و تمرین کردنه در خلال درس ها من خدمتون عرض میکنم. کتابمون رو با یک درس تحت عنوان ستایش مانند همه کتاب های دیگه شروع میکنیم. شعری هست به یمن در واقع محتوایی که داره کتاب با این شعر آغاز شده. انشالله که من فقط درس ستایش فقط یک دور میخونم، تبرکن بحثی نیستش که توی امتحان یا توی در واقع طول سال باهاش کاری داشته باشیم. ای بی نشان محض، نشان از که جویمت، گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت، تو گم نی و گم شده تو منم، ولیک نایافت یافت می نتوان از که جویمت،
پیدا بسی به جستمت اما نیافتم، اکنون مرا بگو که نهان از که جویمت. چون در راحت یقین و گمانی همی رود، ای برتر از یقین و گمان از که جویمت. در جست و جوی تو دلم از پرده اوفتاد، ای در درون پرده جان از که جویمت. عطار اگرچه یافت به عین یقین تو را، ای بس عیان به عین عیان از که جویمت. از تخلص شعری که در واقع در بیت آخر اومده بود متوجه شدید که از اشعار عطار نیشابوریه. خب بریم سراغ درس اول. بچه درس اول رو خیلی مهمه، به طور کلی درس های تئوریمون رو خیلی مهمه که خط به خط با کتاب پیش بریم، به خاطر اینکه هر سطری که تو کتاب ذکر شده میتونه یک سوال جای خالی، یه سوال چند گزینه‌ای، درست نادرست، یا حتی سوال تشریحی باشه. خواهش میکنم درس هایی رو که تأکید میکنین، مثلا درس آرایه، تشخیص آرایه برای شما کافیه. اینکه سطر به سطر اون درس رو از بر باشید کمکی بهتون نمیکنه، مهم اینه که بتونید تشخیص بدید. ولی بعضی از درس ها هستن که هر سطرشون یکی از گزینه، چه تو تست های سال اندتونه چه توی امتحانه تشریحیتون. بریم سراغ کتاب انشاءالله. از صفحه اول درس شروع کنیم. کتاب با توضیح واژه متن شروع کرده. واژه متن واژه دشواری نیست، به هر کدوم از شما بگن متن، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه یه نوشته است. کتاب یه چیزی که داره بهتون توضیح میده اینه که متن الزاماً نباید یک نوشته باشه، حتما یه شعر باشه یا یک نثر باشه. شما یک تصویر زیبا، منظره زیبا، طبیعت، نمیدونم تابلوی نقاشی، هر چیزی که میبینید، قصه‌ای که میشنوید، شنیداری میتونه باشه، دیداری باشه، هر چیزی که ذهن شما رو الان جو به چالش میکشه، ازتون میخواد که به این قضیه فکر کنید، ویژگی‌هاش رو استخراج کنید، از این چیزی که دارید میبینید لذت میبرید، از چه چیزهایش لذت میبرید، بعدتون اومده، از چیش بعدتون اومده، همه اینها، یعنی اون چیزی که ذهن شما رو در واقع که به قول کتاب به پویایی در میاره. پویایی متضاد ایستاییه، یعنی به جایی که من اینجا وایستم ذهنم هیچ حرکتی نکنه، با دیدن اون توی ذهنم یک قلیانی باشه، یک در واقع جوششی باشه که سعی کنه که اون رو بفهمه. برای فهمیدن ما باید، برای اینکه کل رو بفهمیم لازمه که این جزئیات رو هم در واقع بهشون توجه کنیم. توی کتاب ما میگیم متن، بله، شعر فارسی، نثر فارسی توی درس علوم فنون ما، ولی به طور کلی تو ذهن زندگی هر چیزی میتونه متن باشه، به شرط اینکه ذهن ما رو به حرکت واداره. خب توی درس فارسیتون هم آشنا میشید با این بحث که ما متنها رو در سه قلم رو بررسی میکنیم، سه تا قلم رو، که توی تمرین های کتاب فارسیتون هم شما از این بعد با همین قلم رو ها مواجهید. تا پارسال شاید اینجوری نگاه نمی کردید، از این بعد اینجوریه. قلم رو زبانی، قلم رو ادبی، قلم رو فکری، مشخص از اسماشون. زبان، چه چیزهایی زبان رو تشکیل میدن؟ واژه ها در کنار هم، عبارت ها، جمله ها، درسته؟ حالا تو مرحله اولش اصلا واژه ها کنار هم دیگه، این حروف کنار هم دیگه میتونن واژه رو تشکیل بدن. تو سطح زبانی یه سری چیزها رو بررسی میکنیم که بیشتر تمرکزمون روی واژه ها و جمله ها هست. تو بحث ادبی یه چیزهای دیگه‌ای رو بهشون توجه می‌کنیم. اولین چیزی که الان ممکنم بگم سطح ادبی به ذهنتون برسه آرایه‌های ادبیه. بله، آرایه‌های ادبی رو نگاه می‌کنیم بهشون، ولی بجز اونها، بجز البته خود آرایه‌های ادبی خیلی بحث گسترده‌ایه، ولی بجز اونها بحث موسیقی شعر میره تو قلمروی ادبی، قافیه ها، وزن شعر، اینا میره تو قلمروی ادبی، ویژگی‌هایی که در واقع قالب شعر، اینکه قالب شعر الان غزل، قصیده است، مثنوی، تو چه دوره‌ای کدوم قالب بیشتر رواج داره، اینا همشون میرن توی قلمروی ادبی. قلمروی فکری هم که دیگه اسمش روشه دیگه، محتوای متن تو قلمروی فکری بررسی میشه، هم نوع اون در واقع محتوا، حالا این که متنی که الان ما خوندیم در زمینه ادبیات تعلیمیه، زمینه ادبیات حماسیه، این خودش یه بحثشه، و اینکه جزئیاتش چیه، چی میخواد به ما بگه، پیام شاعر و نویسنده چی، حرفش چیه. بچه ما وقتی که میخونیم یک شعر رو ممکنه که التزاز ادبی توش خیلی زیاد باشه، ممکنه خیلی لذت ببریم، ولی نمیتونیم در واقع منکر بشیم که اصل اون چیزی که حال ما رو خوب میکنه اینه که ببینیم که اصلا شاعر این حرفی که داره میزنه برامون چقدر خوشاینده، چقدر با حال و روزمون سازگاره، چقدر در واقع درک شعری که نفهمیم رو چقدر لذت میبریم. بچه‌ها هر چقدر هم پر از آرایه های خیلی زیبا، اصلا محتوا رو نفهمیم، آیا آرایه ها رو خوب میتونیم درک کنیم؟ چقدر از آرایه های ما محتوایی هن؟ اصلا ایهامش رو میتونیم درک کنیم؟ این زیبایی آفرینش در این بوده که این دوتا واژه‌مون دوتا معنی داره، تلمیح داره، یادآور فلان ماجرا، فلان آیه، فلان حدیث، فلان خاطر، میتونید یه چیزی که توی اصلا بحث فکری
که خیلی مهمه، تست های قرابت معنایی که توی کنکور بچه ها باش درگیر میشن چالشیه و عموماً دچار ضعف هستن بچه های 12 توی این بحث، به خاطر اینه که از ابتدا شما شعری که میخونید سعی نمی کنید که محتواشو خوب و دقیق درک کنید. بچه ها یه بحثی که من از همین الان سنگامو باهاتون وا بکنم، شرط کنیم با هم دیگه، اینه که شما یه سری شعر به عنوان نمونه یا یه سری نثر به عنوان نمونه تو کتاب درسیتون دارید، اونا رو میخونیم، تحلیل هم میکنیم، میفهمیم تمرین چی گفته، گفته چی شو مشخص کن، این کارا رو میکنیم. ولی اگر قرار باشه ما هر بار توی مراحل بعدی، هر باری که من میخوام امتحان بگیرم، میخوام مرور کنم، همون شعر و نثر رو بخوایم کار کنیم، آیا دیگه جذابیتی داره؟ آیا اصلا شما دیگه هنر میکنی همون شعری که یه بار من براتون شکافتم، کتاب براتون شکافته، جزئیاتشو گفته، شما بخواید دوباره اونو بررسی کنید؟ پس قرارمون از الان تا ابد، یعنی تا هر جایی که من با شما دارم کار میکنم، شعرها و نثرهایی که توی امتحانات ممکنه باشه، قطعاً بیش از نیمش خارج از کتابه. خب تمرین میکنیم، من به شما نمونه میدم، ولی من انتظار دارم وقتی که یک نمونه از شعر رودکی رو به عنوان سبک خراسانی بهتون میدم، ویژگی هاشو با هم دیگه درک میکنیم، یه بار دیگه که یه شعر دیگه سبک خراسانی میدم، شما بتونید اون ویژگی ها رو از توش استخراج کنید، نه همون شعر، شعر دیگه ای که ویژگی های مشترکی داره. اگر بچه ها از الان روی این قسمت از کار خیلی خوب پیش برید، واقعا قدم به قدم با هم پیش بریم، توی 9 تا تست قرابت معنای کنکورتون هم کمتر به مشکل برمیخورید. ضمن اینکه مفهوم رو بفهمید، توی دستور نقش کلمات بهتون کمک میکنه، توی آرایه ها، تو خیلی چیزها بهتون کمک میکنه. خب حتی تو خانش درست شعر بچه ها، به خصوص شعر، نثر هم همینطور، ولی به خصوص شعر. خیلی وقتا بچه‌ها مثلا یه تستی رو نمیتونن بزنن، به عنوان اشکال میان سر کلاس، بعد به محض اینکه من تستو میخونم میگه ای خانم فهمیدیم، هم که شما خوندیم و فهمیدیم. چرا؟ چون بد میخونید. کاری که باید الان بکنید بچه‌ها، الان ما تو عصری هستیم که خیلی کتاب صوتی زیاده، تقریبا میتونم بگم که دیوان اکثر شاعرامون فایلای صوتیش وجود داره، برای شما دور از دسترس نیست. بله شما الان دیوان حافظ رو بگیری دست، سعدی رو بگیری دست، مولوی، هر کدوم از این کتابا رو بگیری دستت، ممکنه که بعد بخونی، بعد کسی هم نباشه اصلاح کنه. خب ولی وقتی که با فایلای صوتی پیش بری، درست خوانی رو یاد بگیری، این درست خوانی هم توی فهم درست شعر بهتون کمک میکنه. پر حرفی کردم بچه‌ها، ولی واقعا همونجوری که از اسم درس مشخصه، مبانی تحلیل متن. خب ما با تحلیل متن خیلی کار داریم، 4 نمره از امتحان علوم فنونتونه، با اینکه ظاهرا فقط یک درسه، خب یک 4 نمره آخر تو سالهای بعد هم دارید اینو، که این مقدماتو لازمه که من بهتون بگم. یه ذره بریم سر کتاب. صفحه اول چیز خاصی نبود، توضیح دادم زبانی ادبی فکری رو. بریم سراغ صفحه بعدمون، صفحه 13 کتاب. گفته که در یک نگاه کلی متون یا آثار مکتوب ادبی رو به 2 بخش تقسیم می‌کنیم، شعر و نثر. بدیهیه، ولی همین خودش میتونه یه سوال جای خالی باشه. خب پس علارغم اینکه بدیهیه و ساده است، باید ازش راحت نگذریم. در این درس به نمونه متن‌های شعری می‌پردازیم و به گونه عملی تلاش می‌کنیم نمونه‌های شعر رو بررسی می‌کنیم. البته این درس کتاب که جدید شد، هم شعر داره هم نثر داره. این قسمت مال کتاب سال 96 که شعر و نثرش جدا بود دو تا درس. کتاب 5 تا مرحله رو نام برده برای اینکه با یک متن مواجه بشید. مرحله اول خوانش. خوانش یعنی چی؟ یعنی درست بخونیم متنو. حتما یه دور کلی بخونیم. بچا جزئیات، الان مثلا من یک متن، یک حکایت میخوام بخونم، آیا از جمله اولش میتونم نتیجه گیری درستی داشته باشم؟ یک نگاه کلی، خوانش سطحی تا انتها باید داشته باشم که بتونیم بفهمیم که اصلا چی داره میگه. مرحله بعد شناسایی و استخراج نکات زبانی. این یه ذره مکانیکی، نکات زبانی راحت میشه استخراج کرد، یه سری قاعده داره بهتون میگیم. مرحله بعد شناسایی و استخراج نکات ادبی، باز بهتون میگم چیا رو باید توش استخراج کنین. مرحله بعد شناسایی و استخراج نکات فکری، یعنی هم محتوا و حرفی که داره میزنه. مرحله آخر نتیجه گیری و تعیین نوع. نتیجه گیری و تعیین نوع با مرحله استخراج نکات فکری خیلی تفاوتی نداره بچه ها. همین که شما بفهمید چی داره میگه، بعدش در نهایت اون به نتیجه گیریه، به این که واقعا حرف این بوده، پیام این بوده، منجر میشه خود به خود. خب شماره 1 خوانش شعر. یک شعری براتون گذاشته کتاب از الهی نامه عطار.
شعر در واقع داستانیه، خوندنش کار سختی نیست. یه دور با هم دیگه بخونیم، بعد بریم این سه تا مرحله اصلی، خوانش رو که داریم میریم، بعد سه تا مرحله اصلی یعنی استخراج نکات زبانی، ادبی و فکری رو بریم و در نهایت هم نتیجه گیری کنیم. به دام افتاد روباهی سحرگاه، به روبه بازی اندیشید در راه، که گر صیاد بیند همچنینم، دهد حالی به گازر پوستینم. پس آنگه مرده کرد او خیشتن را، زبیم جان فرو افکند تن را. چو صیاد آمد او را مرده پنداشت، نمی یارست روبه را کم انگاشت. زبون ببرید حالی گوش او لیک، که گوش او به کار آید مرا نیک. به دل روباه گفتا ترک غم گیر، چو زنده مانده ای یک گوش کم گیر. یکی دیگر بیامد گفت این دم، زبان او به کار آید مرا هم. زبانش را برید آن مرد ناگاه، نکرد از بیم جان یک ناله روباه. دگر کس گفت ما را از همه چیز، به کار آید همی دندان او نیز. نزد دم تا که آهن در فکندند، به سختی چند دندانش بکندند. به دل روباه گفتا گر بمانم، نه دندان باش و نه گوش و زبانم. دیگر کس آمد و گفت اختیار است، دل روباه که رنجی را به کار است. چون نام دل شنید از دور روباه، جهان بر چشم او شد تیره آنگاه. به دل می گفت با دل نیست بازی، کنون باید به کارم حیله سازی. بگفت اینو به صد دستان و تزویر، بجست از دام همچون از کمان تیر. حدیث دل حدیثی بس شگفت است، که در عالم حدیثش در گرفته است. بچه الان که یه دور شعر رو خوندم متوجه شد این شاعر چی داره میگه؟ حرفش چیه؟ واضح بود؟ اگر نه خودتونم یه دور بخونید، به هر حال خوندن با چشم متفاوته از شنیدن با گوش. الان اگه به شما بگم که توی دو تا جمله من بگید که حرف شاعر چی بود چی میگید؟ همیشه قبل از اینکه بخواید وارد جزئیات بشید نتیجه گیری کلی بکنید. حرف شاعر این بود دیگه، این حرفو داره میزنه. خب از خوندن این متن بعد یه بهره‌ای ببریم دیگه. تو پرانتز یه توضیحی بدم، یه ایرادی که بچه‌ها به خصوص توی پای دهم دارن اینه که وقتی یک متن رو می‌ذاری جلوشون همش درگیر حواشی‌ان. خانم مگه میشه اینجوری بشه؟ خانم حتی مثلا شاهنامه هم دارن می‌خونن درگیر باشه. وا خانم مگه همچین اتفاقی ممکنه؟ وا عجب عجیبه. به عزیز من، ما داریم ادبیات می‌خونیم، منطق نمی‌خونیم. همه چیز با عقلمون نباید جور در بیاد. اصلا ادبیات ویژگی خاصیتش اینه، خیلی چیزهایی که توی عالم واقع درست نیست توی ادبیات میتونه خیلی زیبا جلوه‌گر بشه. اصلا خیلی از آرایه‌های ما رو همین آراستن‌ها میسازه. خب الان یکی برنگرده من میگه خب خانم گوش روباه به چه درد کسی میخورده، زبونش به چه درد کسی میخورده، دندونش به چه. ما الان بحثمون این نیست. همه این مسئله حکایت همه این حرفا رو شاعر داره میزنه برای اینکه حرف اصلیشو بزنه. حرف اصلیش چیه؟ آقا جان دل با همه اجزای بدن فرق میکنه. گوشو میبری ببر، زبانو میبری ببر، دندونو مهم نیست، ولی دل خلاصه وجود مخلوقه. نگم آدمی، مخلوق، خلاصه وجود مخلوقه. برگردیم اولش روی جزئیاتش. این جزئیات یه بار ما با هم دیگه میریم، بعد کتاب هم استخراج کرده اونا رو هم مرور میکنیم. بچه این که توی هر قلمروی ما چه چیزهایی رو بررسی میکنیم کتاب به اونها اشاره کرده، ولی از خود عنوانش هم ما میتونیم متوجه بشیم. خب بهتون گفتم تو سطح زبانی بیشتر با چی سرکار داریم؟ با واژگان، با جملات. خب پس تو سطح زبانی ما چه چیزهایی رو بررسی میکنیم در قلمروی زبانی؟ خیلی زیاد واژگان و یه بخشی هم جمله ها. این بخش اصلی قلمرو زبانی ماست بچه ها. خب توی واژه ها چه چیزی رو بررسی میکنیم؟ خب واژه است دیگه خانم، مگه باید چی داشته باشه؟ آیا واژه ها یکسانن؟ همشون مثل همن؟ واژه ها چه چیزهایی میتونه واژه ها رو از همدیگه تفکیک کنه؟ این که واژه های ما ریشه شون برمیگرده به کدوم زبان؟
شما میدونید به قدری زبان فارسی و عربی با هم خلط شده که ما نمیتونیم عملاً واژه‌های عربی رو، حتی بعضی وقتا توی متون تخصصی واژه‌های انگلیسی و فرانسوی رو هم به سختی ما میتونیم براشون معادل پیدا کنیم، یا معادل‌هایی دارن که خیلی کاربردی نیستن. به هر حال واژه‌هایی هم که ساخته میشن تا جای خودشون رو توی زبان باز کنن نیازمند زمان هست. خب این که واژه‌های ما در واقع ریشه‌شون مربوط به کدوم زبانه؟ خب آیا فارسی هم بیشتر با فارسی و عربی کار داریم؟ فارسی هم یا عربی بیشتر ما با این کار داریم؟ چرا جلوتر میریم، سال بعد میخونید یه بخشایی بعد از حمله مغول به ایران واژه‌های ترکی مغولی هم وارد فارسی شدن. خب توی متون معاصری که از ویژگی‌های اینه که واژه‌های فرانسوی و در واقع انگلیسی هم وارد متون شدن، ولی الان توی سبکایی که شما باهاش مواجهین بیشتر فارسی عربی بودنه که تعیین کننده است. خب دیگه چی؟ اینکه واژه‌هامون از نظر ساخت چجوریان؟ ساده‌ن بیشتر، ترکیبی‌ان، اشتقاقی‌ان، چی‌ان؟ خب تو واژه‌ها مثلا شاعر خودش اومده واژه‌سازی خاصی کرده، ترکیب کم کاربرد خاصی شما توی این متن می‌بینید، توی این شعر می‌بینید، یا نه همه خیلی واژه‌های ساده و روونی‌ان. خب این خودش یکی از نکاتیه که می‌تونیم بهش بپردازیم. نکته دیگه، آیا واژه‌ی خاص این متن رو داریم؟ خب واژگان خاص، کم کاربرد. خب از نظر کاربرد دارم میگم، بعضی واژه ها میبینید که تو اکثر متون هستن، بعضی واژه ها میبینید که نه، انگاری که شاعر اونو مثلا خودش خلق کرده و خودش هم به کار برده. این هم مهمه. دیگه چی بچه ها توی واژه ها به نظرتون میاد که میتونیم بگیم که مهمن؟ این که فقط توی واژه ها نمیخوام توی چیز برم، توی جمله برم، این که بعضی واژه ها به مرور امروزه دیگه یعنی توی زمان خودش، تو زمان شاعر واژه‌ای بوده که به کار می‌رفته، ولی امروزه دیگه به کار نداره. این از نظر در واقع کاربرده. خب از نظر کاربرد میتونن واژه‌ها کهن باشن. مثلا شما میدونید در گذشته فعل ماضی استمراری به جای می باشی ساخته می‌شده با همی ساخته می‌شده. خب این چیزی که خارج از عرف باشه توی زمان شاعر یا نویسنده نبوده، ولی امروز به ما یادآوری می‌کنه که این متن مال اون دوره است. خب خیلی کاربرد نداره. خب از نظر جمله ها بچه ها دیگه چی رو به نظرتون میاد که بعد بررسی کنیم؟ این که جمله ها عموماً کوتاهن یا بلندن، این خیلی مهمه. از کجا میفهمیم جمله کوتاهن یا بلندن؟ تعداد فعل های یک متن. وقتی یه جمله یک متن خیلی فعل داره یا یعنی جمله کوتاهن. این کجا مهمه بچه ها؟ وقتی جمله ها کوتاهن فهمشون راحت تره. وقتی که یک نویسنده یا شاعری به خصوص توی متون نثر، خیلی ما تو نثرهای فنی و مسنون داریم، جمله شروع میشه چهار خط پایین تر فعلش میاد، اون پیچیدگی متن رو خیلی بیشتر میکنه. خب تا ما بفهمیم که چی به چی بود، اینقدر توضیح تو توضیح میاد تو اون جمله ها، این خودش به درک متن در واقع لطمه میزنه که جمله هامون کوتاهن یا بلندن. یا از نظر زبانی، از نظر نحوی، اون ساخت دستوری رو ما امروز به کار میبریم یا نمیبریم؟ بهشون میگیم دستور تاریخی. خب که ما به کار میبریم اون نحو جمله رو یا نه، امروزه دیگه به اون شکل نیست. اینا رو همه رو با مثال میگم بهتون. بریم سراغ همین شعری که داشتیم. توی هر متنی ممکنه که اینا زیاد و کم بشه، یعنی فکر نکنید این الان مثلا یک قانون کاملیه که حتما اینا به همون، در واقع اینا رو من گفتم برای اینکه یه سری سرفصل داشته باشیم. حالا توی متن‌ها سرفصل‌های بیشتری هم پیدا می‌کنیم. آها، مثلا شبکه معنایی هم کتاب خیلی روش تاکید داره، اونم بد نیست که بهتون بگم. خوندین قبلا شما البته، ولی خب یادآوری میکنم. برگردیم از اول. بدام افتاد روباهی سحرگاه، به روبه بازی اندیشید در راه. به نظرتون چی خواسته توی این بیت؟ خب سحرگاه روباهی بدام افتاد، خب افتاد، به روبه بازی اندیشید در راه. بچه روبه بازی یعنی چی؟ بریم یه بار دیگه بچه ها این شعر رو دقیق با هم دیگه بخونیم، جزئیاتی که گفتم رو که میتونه خیلی گسترده تر هم باشه استخراج کنیم. بدام افتاد روباهی سحرگاه، به روبه بازی اندیشید در راه. چی خواسته به نظرتون توی این بیت؟ روبه بازی. روبه بازی یعنی چی؟ خیلی به نظرتون ترکیب پرکاربردیه؟ اصلا همین که ترکیب ساخته شده روبه بازی، خب یعنی این از نظر در واقع کاربرد کلمات و واژگان میتونیم بگیم که واژه مرکبی داریم اونجا که تازه واژه مرکب کم کاربرد خاصی هم هست. روبه بازی معنیش چیه؟ روبه برای ما یادآور چه ویژگیه بچه ها؟ هیلگری، مکر. این اومد چیکار کنه؟ یه هیله‌ای سوار کنه دیگه. به دام افتاد، حالا اومد که یه هیله‌ای سوار کنه برای اینکه بخواد خودشو نجات بده.
که گر صیاد بیند همچنینم دهد حالی به گازر پوستینم. بچه گازر معنی خود واژه دقیقش معنی رختشویه، ولی به معنی دباغ هم به کار میره. خب یعنی پوستمو میکنه میده یه بلای سرم بیارن، میخواد ترکیب کنایه دیگه، به گازر پوستینمو میده یعنی چی؟ یعنی خیلی بلای بدی سرم میاره. امروزه میگیم چی؟ پوستمو میکنه، درسته؟ خب گازر واژه پرکاربردیه، واژه کهنه. امروزه دیگه ما اصلا این واژه رو به کار نمیبریم، نه به معنی رختشویی، نه به معنی دباغ، به هیچ معنی. ما گازر رو دیگه جز واژه‌های کهنیه که منسوخ شده. پس آنگه مرده کرد او خویشتن را. مرده کرد، امروز میگیم چی؟ خودش رو به مردن زد، درسته؟ پس این مرده کرد خودش میره تو دستور تاریخی، یعنی یه ساختار فعلیه که امروزه دیگه کاربرد نداره. زبیم جان فرو افکند تن را، از ترس جونش برای اینکه زنده بمونه جسمش انداخت زمین. چو صیاد آمد او را مرده پنداشت، نمیارست روبه را کم انگاشت. فکر کرد مرده. بچه یارستن در گذشته به کار میرفته به معنی توانش رو داشتن، الان توانستن. الان مثلا یارا رو ازش داریم، میدونید بعضی از واژه‌های مشتق ازش میمونه. بعضی از مصدرها به مرور زمان کاربردشون رو از دست دادن، مثلا ما دیگه گواریدن رو امروز به کار نمیبریم، ولی گوارا و گوارش رو داریم. زیبیدن رو به کار نمیبریم، ولی زیبا رو داریم، زیبایی رو داریم. بعضی از مصدرها ساختارشون در واقع منسوخ شده، ولی بعضی از واژه‌هایی که ازشون گرفته شده همچنان باقیه. نمیارست کم انگاشت، بازم تو دستور تاریخیه، نمیتونست، جرأت نمیکرد، نمیتونست که اون رو دست کم بگیره. کم انگاشتن هم که میدونید دیگه کنایه است، دست کم گرفتن، نادیده گرفتن. یه چیز دیگه ای که میخوام ببینیدش به خصوصی البته بریم جلوتر. بعد زبون ببرید حالی گوش او لیک، که گوش او به کار آید مرا نیک. چیکار کرد؟ گوشش از ته کند، گفت این به دردم میخوره. به دل روباه گفتا ترک غم گیر، تو دلش گفتش که اصلا ناراحت نباش، خودش داره به خوش دلداری میده، ترک غم گیر، ناراحت نباش. چو زنده مانده ای یک گوش کم گیر، هم که زنده موندی کافی، حالا یک گوش هم کمتر، چیزی نمیشه. یکی دیگر بیامد گفت این دم زبان او به کار آید مرا هم. ببین اینجا حالا زبان شعر ساده است، من همینجور که میخونم شما متوجه میشید که چی دارم میگم. زبانش را بریدان مرد ناگاه، نکرد از بیم جان یک ناله روباه. صداش در نیامد، از ترس جونش چیک نزد، صدا یک ناله هم نکرد. دیگر کس گفت ما رو از همه چیز به کار آید همی دندان او نیست. باز دوباره همی داره دستور تاریخی، دندان او همی به کار ما آید، پو یعنی می آید. نزدم، صداش در نیاد، کنایه است بازم. نزدم تا که آهن در فکندند، به سختی چند دندانش بکندند. بچه آهن یه فلزه، قطعا فلز آهن رو به عنوان یک عنصر ننداختن تو دهنش بخوان دندوناشو بکنن. منظور ابزاری از جنس آهنه، یعنی مجازی به کار رفته. حالا بعدها بیشتر راجع به مجاز حرف میزنیم. منظورش اینکه یک وسیله آهنی، حالا انبری چیزی، به یک وسیله آهنی انداختن تو دهنش، دندوناشو چندتاشو کندن. به دل روباه گفت اگر بمانم نه دندان باشو نه گوش و زبانم. یه چیز دیگه که میخوام توجه کنید، شما قبلا توی متوسط یک آرایه خوندین تحت عنوان مراعات و نظیر یا تناسب. توی 11 هم دوباره مفصل ترش رو میخونید، خود آرایش هم تو 12 هم میخونید. بچه کلمات کنار هم قرار میگیرن، یه سری رابطه بینشون هست. خب یکی از این روابط همین رابطه تناسبه. الان اینجا گوش و دندان و زبان همه اجزای بدنن، پس با هم دیگه چی دارن؟ تناسب یا مراعات نظیر دارن. اسم آرایش مراعات نظیره تو قلمرو ادبی، ولی تو قلمرو زبانی میگیم روابط معنایی بین این کلمات مثلا تناسبه. میتونه تضاد باشه، درسته؟ بین این دوتا کلمه رو، خب تضاد هم یک آرایه است، ولی تو قلمرو زبانی هم میخواد اینو بگه که شاعر از آوردن این کلمات متضاد کنار هم دیگه استفاده کرده برای بیان مفهومش. خب پس بحث ارتباط بین کلمات در دوتا زمینه تناسب و تضاد هم تو قلمرو زبانی بررسی میشه، هم تو قلمرو ادبی. یعنی فکر کنید یه نکته ساده رو میتونید دو جا بنویسیدش. البته یه ایرادی به کتاب وارده، یه ذره اینا رو بد بیان کرده، یه جا گفته که تو قلمرو زبانی بررسی میشه، یه جا گفته تو قلمرو ادبی، این بچه‌ها رو یه ذره گیج میکنه، ولی من از الان دارم بهتون میگم دیگه، تو هر دو قلمرو این دوتا رو میتونید بررسی کنید. دیگر کس آمد و گفت اختیار است دل روبه که رنجی را به کار است. اختیار است یعنی چی؟ یعنی میخوام، یعنی انتخاب دارم میکنم اون رو اختیار بگزینم. خب دل روبه
که رنجی را به کار است. برای درمان یک دردی رنج این به کار من میاد، پس من دلش رو میخوام. چون نام دل شنید از دور روباه، جهان بر چشم او شد تیرانگاه. باز کنایه داریم، جهان پیش چشمش تیر و تار شد. امروز هم به کار میبریم، درسته؟ یعنی که خیلی شرایط بد شد. به دل میگفت با دل نیست بازی، تکرار دل رو داریم. کنون باید به کارم حیله سازی. الان باید چیکار کنم؟ یه نیرنگ، یه ترفندی، حیله سازی. باز ترکیب دیگه، واژه وندی مرکبه، یعنی هم یه وندو داره، هم حیله هم ساز رو. الان باید دوباره یه فکری بکنم. بگفت اینو به صد دستان و تزویر. بچا دستان یکی از معانیش حیله و نیرنگه، تزویرم یعنی همین دیگه، به معنی نیرنگ و حتی به معنی درویی و اینا هم هست. دستان و تزویر اینجا الان کنار هم دیگه اومدن و مترادفن. بجست از دام همچون از کمان تیر، یه تشبیه هم آورده، پرید مثل تیر از کمان پرید. حدیث دل حدیثی بس شگفته است، که در عالم حدیثش در گرفته است. دوباره تکرار حدیث رو سه بار داریم. حدیثش در عالم در گرفته یعنی چی؟ یعنی شهره آفاق شده، یعنی همه ورد زبون همه شده. اینقدر مهمه. شاعر میاد توی بیت آخر نتیجه گیری محتواییشو بیان میکنه که آقا اصلا ما حرفمون این بود که بگیم که آقا دل با همه چیز متفاوته. خب بریم سراغ شناسایی استخراج نکات زبانی و ادبی که کتاب گفته خودش. تکراریه یه ذره، سریع بگذاریم ازشون. وجود واژگان کهن مثل گازور نمیارست. کمی واژگان غیر فارسی. راست میگه. اینجا الان شما نگاه کنید از بالا تا پایین تعداد واژه‌های عربیمون کمه. بچه کمی و زیادی تو سبک شناسی مهمه. صفر و صد نیست. نه اینکه مثلا دوتا پیدا کنید بگید که خب هست دیگه خانم. نه. مهم اینه که فارسی‌ها خیلی بیشترن. خب الان داریم. چرا صیاد عربیه؟ بریم جلوتر. پوستینم افکن جام را دم گاه. ولی واقعا کم داریم بچه عربی. اختیار عربیه، تزویر عربیه، حدیث عربیه، داریم ولی کمه. یعنی تعداد واژه‌های فارسیمون خیلی بیشتره. خب بعد کاربرد شبکه معنایی مانند حیله، دستان، تزویر، دام، اینا با هم دیگه توی شبکه معنایی همون تناسب. بچه شما دبستان هم بودید، شبکه معنایی رو داشتید، توی کتاب فارسی تو میمدن کلماتو کنار هم میذاشتن میگفتن کدوم متفاوت، دورش خط بکشین. یعنی واقعا بحث جدیدی نیست. دل، زبان، گوش و دندان هم باز با هم. ترکیب سازی مثل روبه بازی، حیله سازی. کاربردهای تاریخی دستور مثل مرده کرد، نمیارست، کم انگاش. اینا رو گفتم به کار آید همی. زبان شعر ساده است، جمله ها کوتاهن. بچه تقریبا همه مصرع های ما یه دونه فعل رو داره. پس نشون میده که جمله ها کوتاهن. بیشتر واژه ها ساختمان ساده دارن. داریم ساختمان مرکب هم داریم، مثل همون یا وندی مرکب هم داریم، ولی بیشترشون سادهن. نکات ادبی. حالا از نظر آرایی ها اینا. اول از همه من بگید قالب شعر چیه؟ هر بیتی قافیه جدا داره. یعنی قالب شعرمون چیه؟ مثنوی. دو به دو با هم دیگه قافیه ها، دو تا در واقع مصرع یک بیت با هم قفا هستن، با بیت های بعدی متفاوته. خب مثنویه. اولین چیزی که راجع به شعر بگی تو قلمرو ادبی همیشه قالبشه. بعد برید سراغ حالا این، البته این چون مثنویه نمیتونیم خیلی به قافیه و ردیفش بپردازیم، ولی اگه غزل یا قصیده یا مثلا قالب‌های دیگه بود قافیه ردیفش هم نگاه کنید ببینید، بگید ردیف داره، ردیف طولانی داره، ردیف فعلی داره، قافیه‌اش چجوری. اینم یه اشاره‌ای تو قلمرو ادبی بهش بکنید. خب ترک غم گرفتن، دم نزدن، جهان بر چشم او تیره شد، اینا کنایه است. پس کاربرد کنایه تو این شعر زیاد بود. این یکی از ویژگی هاشه. تشبیه و مراد و نظیر. بجست از دام همچون از کمان تیر. دام و در واقع تیر و کمان مراد نظیر دارن. تشبیه هم که داریم. بازم آرایه داشتیم، مثلا مجازم من یادم بهتون گفتم آهن مجازه. تکرار داشتیم، حدیث حدیث حدیث، اینا تکراره. آرایه باز هم داریم، حالا کتاب یه چند تاشو اشاره کرده. توی قلمرو فکری خب کتاب اومده نتیجه گیری رو گفته، گفته که این شعر اگرچه ظاهری ساده و داستانی دارد، پایان بندی و نتیجه گیری شاعر بیانگر ذهن خلاق اوست. یک نکته عمیق معرفتی، این که میخواد بگه همه چیز وجود ما دل است و گرانبهای دل سبب این است که خانه و جایگاه خداوند است. شما بعدها جلوتر که بریم به خصوص تو 11 هم میخونید که آقا جان دل ودیعه ای از طرف خداوند که خودش جایگاه اسرار الهیه، با همه اجزای بدن متفاوته. پس ارزش یک موجود به در واقع دلی که جایگاه خداونده.
تو نتیجه گیری و تعیین نوع حتما کتابو دقیق بخونید. من الان بخوام بخونم خیلی وقت گرفته میشه. میبینید که داره میگه که خب مسلمه این شعر تعلیمیه، میخواد یه نکته به ما آموزش بده و پیام کلیش رو هم دوباره بیان میکنه که میبینید خیلی وقت بچه‌ها میپرسن خب خانم این نتیجه گیری با اون قلمرو فکریه چه فرق میکنه؟ عزیزم فرق زیادی نمیکنه، نحوه بیانشه که متفاوته، وگرنه در واقع یه چیزه. خب امیدوارم خسته نشده باشید. تا اینجا ما در واقع یه شعر رو با هم تحلیل کردیم. انشالله توی تمرین های بعدی من شعرهای دیگه رو هم میدم که با هم دیگه در واقع تمرین کنیم و اونها رو تحلیل کنیم. خودتون هم امتحانی شعرهایی رو انتخاب کنید و حداقل قلم رو زبانی ادبیش رو سعی کنید که مواردش رو استخراج کنیم. یه استراحتی بکنیم، بعدش بریم سراغ یک نمونه نثر. بچه ها حالا یه نمونه نثر میخواییم با هم دیگه بخونیم. این نمونه نثر هم که داریم میخونیم از یکی از مهمترین، زیباترین، عالیترین نثرهای ادبیات فارسی انتخاب شده که شما بعداً حالا تو پایه 11 هم تو کتاب فارسیتون هم یه بخشی در واقع نمونه نثر ازش میخونید، کتاب کلیله و دمنه که ما حالا به وقتش راجبش حرف زده میشه که حالا چه پیشینه‌ای داره و چه در واقع جایگاهی داره. این نثر یک نثر فنیه، یعنی یه ذره از اون حالت خیلی روان و ساده و در واقع مرسل بودن خارج شده. یکم هم در واقع از نظر ادبی هم از نظر زبانی یه ویژگی هایی داره که به زعم بچه ها میگن خب این نثر خب نثر سختیه، راحت ما بخونیم نمیفهمیم، بچه ها معمولا اینجوری میگن، ولی باهاش دم خور که بشه یه سری از واژه های خاصش رو که در واقع متوجه بشین خوندنش خیلی کار سختی نیست. ضمن اینکه از نظر محتوایی فوق العاده متن عالی هستش، باز تو زمینه ادبیات تعلیمیمون هست به خاطر اینکه در واقع خیلی زیاد هدف کتاب آموزش، منتها آموزش غیر مستقیم. شما میدونید که لودمنه شخصیت‌های حیوانی داره، به خاطر اینکه خیلی نخواد مستقیما آدم‌ها رو مورد نقد قرار بده. خب بخونیم یه قسمت کوچیکی از یکی از حکایت‌های این کتاب اومده. چون بشناختم که آدمی شریفتر خلایق است و قدر ایام عمر خیش نمی داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم دریافتم که مانع آن راحت اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان مبتلا گشتند. هر که به امور دنیایی رو آورد و از سعادت آخرت خود غفلت کند، همچون آن مرد است که از پیش اشتر مست بگریخت و به ضرورت خیشتن در چاهی آویخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای آن رویده بود و پاهایش بر جای قرار گرفت. در این میان بهتر بنگریست، هر دو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند. نظر بر قعر چاه افکند، اژدهایی سهمناک دید، دهان گشاده و افتادن او را انتظار می کرد و به سر چاه التفات نمود. موشان سیاه و سپید بیخ آن شاخها دایم می بریدند و او در اثنای این تدبیری می اندیشید و خلاص خود را طریقی می جست. پیش خیش زنبورخانه‌ای و قدری شهد یافت، چیزی از آن به لب برد، از نوعی در حلاوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و نه توان دانست که کدام وقت در حرکت آیند و موشان در بریدن شاخها جد بلیغ می نمایند و چندان که شاخ بکس است آن بیچاره حریص در دهان اژدها افتاد. پس من دنیا را، بچه مثالش رو درک کردید چه تصویر وحشتناکی رو داشتین که الان نویسنده به تصویر میکشید برامون؟ پس من دنیا را بدان چاه پر آفت مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخها بر شب و روز دوباره مانند کردم و آن چهار مار را به تبایع که عماد خلقت آدمی است و هرگاه که یکی از آن در حرکت آید زهر قاتل باشد. پس تبای چهار طبعمون چیه؟ آب آباد و خاک و آتش. و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذات این جهانی که فایده آن اندک
و رنج آن بسیار است و راه نجات بر آدمی بسته می گرداند و اژدها را مانند کردم به مرجعی که از آن چاره نتواند بود. هر آینه بدو باید پیوست و آنگاه ندامت سود ندارد و راه بازگشتن مهیا نیست. شاید یه ذره نصب براتون سخت بوده باشه، حتی حداقل بعضی از کلماتش که یه ذره، ولی امیدوارم که کلیت مفهوم رو درک کرده باشید. تصویری که نویسنده داره به ما میگه چیه؟ یعنی بدتر از اون نمیتونی تصور کنی. یه نفر از پیش مردی که از پیش اشتر مست بگریخت، اشتر به جای شتر به کار رفته، در واقع در گذشته این چنین به کار میرفته، شتری که خطرناک شده بهت حمله ور میشه، از دست اون اومده فرار کنه، افتاده چی توی چاه، زیر پاشو نگاه میکنه یه شاخه ای رو گرفته، پاشو میذاره روی چیزی میبینه ای چهار تا مار اون زیره، پایین تر از اون تو قعر چاه یه اژدها با دهان باز، اون شاخه ای که گرفته دو تا موش سفید و سیاه دارن اون شاخه رو میگیرن، اون سسته، داره فکر میکنه چی کار کنم، راه چاره چیه، چجوری خودم رو نجات بدم. ولی همون لحظه زنبورخانه، یعنی کندوی زنبور، بچه باز اینم جز اصطلاحات خاص متنه، یه کندوی زنبوری میبینه، یه ذره عسل میذاره دهنش، یادش میره تو چه شرایطیه، زیر پاش چی بوده، بالا سرش چی بوده، میفته ته چاه و در دهان اژدها. میگه دنیا این چنینه، اینقدر پر مخاطره و پر آفته، اینقدر خطرناکه. بعد میگه که حالا چجوری، چرا من این مثال آوردم، یکی یکی تشبیه میکنه، میگه که اون در واقع موشایی که دارن اون شاخه ها رو میکنن، دنیای اون چاهی که توش افتاده مثل دنیا، اون موشا شب و روزن که چی، عمر ماست که داره میگذره میگذره میگذره، هی پیوند ما داره به این دنیا کم و کمتر میشه. از طرف دیگه میگه که اون چهار تا ماره مثل در واقع چهار طبعی هستن که میگن که در واقع میگن که نه واقعا آفرینش هستی بر این چهار طبع گذاشته شده، کم و زیاد شدن هر کدوم ما میبینیم میاد یهو نمیدونم آتش بشه، کم و زیاد شدن این طبعه ها به هم ریختن توازنشون میتونه در واقع عالم رو به هم بزنه، و اون اژدها هم که دیگه ازش گریزی نیست قطعا مرگ که ناچار همه روزی در دهان او خواهیم افتاد. میگه به محض اینکه گرفتار اون لذت دنیایی بشی، اون عسل، اون شهدی که تو حالا توی اون زنبورخانه بوده، یادت میره تو چه جای پرخطری هستی، درسته؟ انقدر مست اون خوشی موقت هستی که در دهان خطر میفتی. پس پیام متن واضحه، داره میگه که دنیا و لذات دنیایی فریفتگارن، انسان رو میخوان از قیاد، از اون جایگاه حقیقی غافل کنن، از اون هدفی که داره غافل کنن. این پیام و محتوای در واقع متنه. حالا چجوری بیان کرده این محتوا رو؟ به زیبایی در قالب یه تشبیه بیان کرده. پس از نظر ادبی تشبیه اصلی ترین آرایه این متن الان، اصلا کل متن تشبیهه، آدم غافل مانند کسی که این شرایط براش پیش اومده، بعد یکی یکی هر کدوم از اون جزئیات تشبیه هم که خودش داره توضیح میده. باز میبینید که در واقع مرات نظیر و اینا هم داریم، وقتی که در واقع میگیم که نمیدونم این دست و سر و نمیدونم این چیزا، یا سر و قر تضاد میسازه، یا نمیدونم سفید و سیاه تضاد میسازه، آرایه های این چنینی هم داریم، ولی خیلی زیاد توی این متن الان آرایه بخش زبانیش، قلم روی زبانیشه که مهمه. ویژگی های خاصی داره، واژه هایی داریم که کهنن، امروز دیگه خیلی به کار نمیرن. همه الان گفتم چی گفتم، مثلا اشتر، امروز ما نمیگیم اشتر، میگیم شتر، یا مثلا نمیگیم شاخ، میگیم شاخه، درسته؟ اینا همه کاربردش. بنگریست، این بی که سر فعل ها می اومده بماند برفت، امروز ما دیگه اینا رو به کار نمیبریم. پس اینا همه در واقع ویژگی واژه های کهنه که به کار رفته توش. بچه ما امروز بخوایم موش رو جمع ببندیم چی میگیم؟ میگیم موشان یا میگیم موش ها؟ قاعدتا میگه موش ها، ولی که تا این متن اومده موشان رو به کار برده، درسته؟ پس این خودش میشه یه کلمه خاص این متن، جنبستن موش با الف و نون. ما امروز زنبورخانه به کار نمیبریم، درسته؟ میگیم چی؟ میگیم کندو. پس این که ولی از یه طرف هم یه ترکیب قشنگی که ساخته، معنیش هم واضحه. پس این که گفته زنبورخانه، باز میشه از ترکیب های خاص این متن. ما امروز به چی میگیم قاتل بچه ها؟ میگیم این سم قاتله، یا میگیم این آدم قاتله؟ صفتیه که برای انسان به کار میره، ولی الان توی این متن گفتش زهر قاتل. قاتل به معنی عام کشنده به کار رفته، حتی برای زهر. شهد به هر چیز شیرینی گفته میشه، ولی اینجا در واقع مجازن همون عسل، یعنی عسلیه که مجازن شهد گفته شده. یه جا خوندم همین سطر دوم همین صفحه 17، نه اندیشید. ما امروز نه رو جدا به کار نمیبریم، میگیم نه اندیشید.
درسته؟ پس این که به جای اون واژه میانجیه که نیندیشید باشه اومده جدا کرده نه اندیشید، این خودش شاید ویژگی خاص این متن. جملاتش کوتاه، بازم البته یه حالی دشواری هایی هم داره. خب کتاب اومده خودش دوباره همه این نکات زبانی، ادبی، فکری رو بیان کرده براتون، نتیجه گیری رو هم آورده آخرش براتون. نتیجه گیری همونجوری که میبینید الان اگه من بخونم، میگه که این متن چند تا نکته رو یادآوری میکنه. یک، شریف بودن انسان در میان مخلوقات. سطر اول اینو میگه. میگه چی؟ میگه که آدمی شریفتر خلایق است. تازه این ویژگی هم از ویژگی سبکیه، این که به جای صفت عالی صفت برتر به کار ببره، یعنی به جای ترین تر به کار ببره. آدمی شریفتر خلایق است، در واقع آدمی شریفترین خلایق است باید باشه. این هم از ویژگی سبکی کلیله هستش. قدر ایام خیش نمیداند، در شگفت افتادم چون نیک بنگریستم دریافتم که فلان. میگه فهمیدم که چرا آدم قدر این شریفترین خلایق بودنشو نمیدونه، چون غافله. درسته؟ در واقع مشغول امور گذرای دنیاییه. گرانبها بودن لحظات عمر، هوشیاری، پرهیز از خوشی‌های زودگذر. خب میگه که این ویژگی‌های فکری رو داره، این پیام‌ها رو داره. بعد دوباره تو نتیجه گیری میاد بیان میکنه، میگه که به خواننده داره اینو میگه. ببینید بچه‌ها، شیوه بیانش فقط فرق میکنه، وگرنه محتوا همون محتواست. میگه که نسبت به جایگاه خودتون نگاه والایی داشته باشین، قدر خودتون رو بدونین، قدر عمر و لحظات رو بدونین، گرفتاره نمیدونم لذات دنیایی و عمر زود گذر نشین. و اینکه در آخر نتیجه گیری میکنه سعادت و نیکبختی راستین کسب خوشنودی خدای بزرگ است. این دیگه تحلیله، این دیگه مستقیما توی متن نیومده ولی تحلیلشه. خب و متن هم از متون تعلیمی ماست. بچه ها، خودارزیابی های درس رو حتما کامل خوب جواب بدین. خب بعد با هم چک میکنیم. من براتون اولین جلسه ای که در واقع کلاس مجازی داشته باشیم نمونه هایی هم میارم که این نمونه ها هم نثر میارم براتون هم شعر میارم، که اون نمونه ها رو هم بهتون فرصت میدم تحلیل کنید، یکی دو تا شما برید خونه تحلیل کنیم، بعد با هم کار کنیم. انشالله یکی دو جلسه روی این درس که پایه و اساس در واقع هم علوم فنون هم ادبیات متوسط دو هست بیشتر وقت بذاریم و تمرین کنیم. توی امتحان هم دیگه این گلایه رو نداشته باشه خانم این خارج از کتاب ما از کجا بدونیم و اینا. خودتون هم میتونید نمونه شعر رو نصب بیارید کلاس با هم دیگه کار کنید. خب امیدوارم که خسته نشده باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.